سخن بر سر این بود قطعا این که یکی از فرماندهان سپاه بشه رئیس جمهور آینده، این به زیان ایران، به زیان منافع ملی ایران، به زیان مردم ایران هستش و این میتونه ایران رو در تنگنا و انزوای بین‌المللی و داخلی بیشتری بگنجونه. ضمن اینکه این فرماندهان سپاهی که دارن نامزد ریاست جمهور میشن همشون تو لیستای تحریم هستن به عنوان تروریست. من اصلا بحثم سر این نیست که اینا تروریست هستن یا نیستن، به هر حال اینا تو لیست تروریست هستن و چطور یه نفر میخواد رئیس جمهور ایران بشه که بعد به هیچ جام نمیتونه سفر بکنه. این هزار تا معونه برای ایران داره که ما باید به اینا توجه بکنیم. ولی اون پرسشی که من مطرح کردم این بود، دقیق توجه بکنید، میگم که حاکمیت یگانه یک پارچه مثل کره شمالی، مثل عربستان سعودی برای گذار به دموکراسی بهتره یا حکومت یک پارچه مثل حکومت دوگانه که توش جنگ قدرت میونه، خود جناها قطبندی های حکومت وجود داره، حکومت چند صدایی هستش و خود همین نزاع در بالا فضای تنفس در پایین برای نیروهای پایین به گونه ایجاد میکنه که حتی شما میبینید از تو زندانهای ایران مرتب زندانیان نامه علی آقای خامنه‌ای مینویسن، مصاحبه میکنن، صداشون تو خود شما پخش میکنید. چرا از من میپرسید شما چجوری متنای نوشتاری زندانیان سیاسی ایران رو منتشر میکنید؟ میگه خانم نرگس محمدی تو زندان اوین کتاب ننوشته راجب شکنجه سفید و کتابش هم همزمان که تو زندان بوده تو خارج با مقدمه خانم عبادی چاپ شده. خب چجوری میشه تو کدوم زندان عربستان سعودی، تو کدوم زندان کره شمالی یه همچین وضعی هست؟ تو زندان هیچ کشور دیگه این نیست. تو زندان‌های ایران داره صدای بلند ضد رژیم، ضد آقای خامنه‌ای میاد بیرون. تو خود جامعه ایران آدمایی وجود دارن که دائما آقای خامنه‌ای رو نقد می‌کنن، حتی خود همین حسن روحانی جواب آقای خامنه‌ای رو میده، دیگران هم جوابش میدن. اینطور نیستش، یعنی یک جامعه ای هستش چند صدایی که به شدت همین آقای خامنه‌ای هر روزه با صدای صریح و علنی نقد میشه. البته این نقد ها هزینه داره، من نمیگم هزینه داره، بله حتی متاسفانه فرصت محدود، حتی نوشتن نامه برای درخواست استعفای آقای خامنه‌ای هم منجر به زندانی شدن افراد میشه. ممنون از شما. اکبر گنجی، نویسنده و روزنامه‌نگار.